سلام به همه دوستان و همراهان همیشگی. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. با یک ویدیوی جالبی دیگر با شما هستیم. موضوع این ویدیو داستانی عجیبی مرد است که مدت یک سال در کاما بود و روح او طول این مدت یک سال به 2000 سال آینده سفر کرده در جسم شخص دیگر زندگی میکرد. این داستان درباره شخص به نام پاول دیناخ میباشد. او در سوئیس به دنیا آمده، کسبش آموزگاری بود. داستان از آنجا شروع می شود که پاول با سبب سرایت مغزی به کاما می رود و بعد از یک سال دوباره به هوش آمد. پس از به هوش آمدن دیگر آن آدم پیشتره نبود و چیزهایی برای اطرافیان تعریف می کرد که همه را حیرت زده کرده بود. پاول می گوید وقتی که به حالت کاما رفت، پس از چند لحظه در جسم شخص دیگر در سال 3906 خود را دید. او می گوید وقتی چشمانش را گشود خود را در بیمارخانه ناآشنایی دید و حسی غریبی می کرد. از روی تختش می خیزد تا بیرون را تماشا کند. وقتی خستن حس می کند که بدنش پیرتر شده است. وقتی خوب اهمیت می دید می فهمد که بدن بدنی خودش نیست. احساسی ترس و وجودش را فرا می گیرد. از پنجره بیرون را نگاه می کند و در کمال ناباوری شهری را می بیند که هیچگاه نمی شناخته است. هرچند بعضی وقتها خاطره های غریبه در ذهنش می گذشتند که او هیچ وقت این خاطره ها را تجربه نکرده بود. او به علم و آگاهی زیادی رسیده بود که نمی دانست کی و چگونه این علم را آموخته است. بعد از چند لحظه طبیب به حجرهش در آمده او را با نام دیگر صدا می کند. پاول شگفت زده به طبیب نگاه میکند. طبیب بار دیگر او را با نام پروفسور نارتم صدا میکند. پاول از طبیبش میپرسد که چه حادثه شده است. طبیب حادثه پروفسور نارتم را برای پاول تعریف میکند و میگوید که در این حادثه تا مرز مرگ رفته است، اما دوباره جان به بدنش برگشته است. پاول میگوید که او پروفسور نارتم نیست، بلکه آموزگاری است که در سال 1921 زندگی میکند. طبیب با تعجب داستان پاول را گوش میکند. عجیبش آن است که او با طبیبش با زبان انگلیسی صحبت میکند، حال آنکه این زبان را نمی دانست و زبان مادریش آلمانی بوده است. اما چگونه با این زبان صحبت کردنش خودش را حیرت زده کرده بود. دکتر سرگذشت پاول را گوش کرده برای چند متخصص دیگر تعریف می کند. این متخصصان از این موضوع آگاه شده می گویند که این اولین بار نیست که روح از گذشته می آید و در جسم شخص دیگر در آینده زندگی می کند. آنها پاول را ملاقات کرده موضوع را روشنی می اندازند که او حالا در جسم پروفسور اندریاس نورتم است و تمام علم و آگاهی این پروفسور را هم در خود دارد. پاول حیران بود و نمیدانست که چگونه روح یک شخص به 2000 سال آینده رفته در جسم شخص دیگر زندگی کند. با وجودی که تمام خاطرات و اتفاقات گذشته خود را به یاد می آورد و همچنین بعضی از خاطرات این جسم غریب را که در درونش بود به یاد می آورد. به عنوان مثال زمانی که پاول خانواده پروفسور را ملاقات کرد یا اینکه آنها را میشناخت، اما حس میکرد که قلبم با آنها رابطه ندارد و میدانست که شناختن آنها از حساب جسمش است نه روحش. بعد از یک مدت پاول از بیمارخانه برآمده به خانه می رود. به خانه ای که سالیانی دراز آنجا زندگی کرده بود، اما حسی درونی نسبت خانه و اهل آن نداشت. آنها برای پاول بیگانه بودند. سال 3906 انسان ها قدرت تلپاتی داشتند، یعنی قدرت داشتند که فکر همدیگر را بخوانند و با همین سبب اهل خانواده می دانستند که این شخص عضو خانه آنها نیست و تنها جسمش با آنها رابطه دارد. تمام این حادثات باعث شد که زندگی برای پاول سخت شود و او هرگز نتواند که آرام و آسوده بخوابد. بعد از یک مدت پاول شروع به خواندن کتاب‌های تاریخی آن زمان می‌کند تا با حادثه‌های گذشته از سال 1921 تا سال 3906 آشنا شود. ماه‌ها می‌گذرد و پاول همچنان به مطالعه ادامه می‌دهد. او حس می‌کرد که جسم اصلی او هنوز در سال 1921 در حالت کاما قرار دارد. پس از گذشت یک سال پاول که در جسم پروفسور نورتم بود، بیمار و ناتوان می شود و به بیمارخانه برده می شود. پس از چند روزی بیماری پروفسور نورتم در بیمارخانه می فوتد. پاول می گوید وقتی او جسم پروفسور نورتم را ترک کرد، همان لحظه در جسم پاول در سال 1922 بیدار شد. چشمانش را باز کرد و فهمید که این جسم خودش است و به زندگی پیشینه اش برگشته است. دکترها به نزدش آمده گفتند که مدت یک سال است که در حالت کاما قرار دارد. پاول پس از بهبودی از بیمارخانه برآمد، اما دیگر آن انسانی پیشینه نبود. حیرت آورش این بود که او تمام حادثه هایی را که در این یک سال آینده گذرانده بود، یعنی سال 3906 را به یاد می آورد و تمام علم پروفسور را با خود آورده بود. او نمی دانست که چگونه این موضوع را به دیگران فهماند. بعد از چند روز این اتفاقات را برای خانواده‌اش و دیگر اطرافیان تعریف کرد. اما با دلیل پایین بودن سطح فهمش مردم،
هیچ کس حرفی او را باور نکرد و پاول مجبور شد به زندگی عادی خود برگردد. پس از آن از سوئیس به یونان مهاجرت کرد و در آنجا کسب معلمیش را ادامه داد. از آن سبب که او طول یک سالی سفر به آیندهش علم و اطلاعات زیادی را کسب کرده بود، تصمیم گرفت همه آنها را با صورت کتاب نوشته در اختیار مردم گذارد. او کتابش را به زمان آلمانی نوشت و نام آن را در گلی رازا گذاشت. بعد از آنکه کتابش را چاپ کرد، دولت، کلیسا و تمام ارگانهای قدرتمندی آن زمان مانع پخش آن شدند و به سرعت کتاب را نابود کردند، زیرا فکر میکردند که نوشته های این کتاب به جامعه و باور انسان ها آسیب میرساند و با همین آن کتاب به فراموشی سپرده شد. پاول زمان مرگش نسخه اساسی کتابش را به یکی از شاگردانش که به او باور داشت داد. نام آن شخص جورج پاپاسس بود. جورج اصلا نمیدونست که برای چی این کتاب به او رسیده است و فکر میکرد که آن یک کتاب رمان است. او اول به این کتاب توجه نکرد، اما پس از خواندن چند صفحه این کتاب فهمید که این کتاب تا چه اندازه میتواند مهم و خطرناک باشد. از آنجایی که جورج یونانی بود و کتاب به زبان آلمانی نوشته شده بود، او تصمیم گرفت که آن را به زبان یونانی ترجمه کند و در یونان پخش کند. با سبب زیاد بودن اطلاعات این کتاب، ترجمه آن 14 سال طول کشید و وقتی کتاب را پیشنهاد کرد، مانند پاول با مشکلات زیادی روبرو شد. دولت و ارگانهای دولتی مانع چاپ و پخش این کتاب شدند و کتاب را نابود کردند و این بار هم این کتاب به فراموشی سپرده شد. اما سالها بعد شخص به نام اخیل یا سوریگوس توانست یک جلد این کتاب را پیدا کند و آن را به زبان انگلیسی ترجمه کند. ترجمه آن 850 صفحه شد، ولی فقط به 350 صفحه آن اجازت چاپ داده شد و نام کتاب عوض کرده شد. در ویدیوی بعدی به شما خواهم گفت که چه اطلاعات مهمی در این کتاب وجود دارد. اما براستی چگونه ممکن است که یک شخص تواند در دو جسم زندگی کند؟ نظر خود را در کامنتاری نویسید. برای دیدن قسم دوم این ویدیو عضو کانال ما شوید. ویدیوهای جالبی دیگر ما را انتظار است.